به دنبال تیراندازی شب گذشته در کیف پایتخت، پارلمان اوکراین امروز شنبه اول آوریل رای به خلع سلاح افراد و گروه‌های مسلح غیر مجاز و غیر دولتی داد. میدان استقلال کیف اوکراین در اوج تظاهرات ضد دولتی که به سقوط ویکتور یانوکوویچ انجامید، شاهد تیراندازی نیروهای امنیتی و مخالفان بود. الکساندر تورچینوف، رئیس جمهوری دولت موقت اوکراین، گفت تنها کسانی که میتوانند سلاح در اختیار داشته باشند نیروهای مسلح و امنیتی و گارد ملی یا سایر گروه‌های نظامی اوکراین هستند. سیاستمدار مشزن و رهبر حزب اودار اوکراین ویتالی کلیچکو هم در همین خصوص گفت شرایطی در کیف پایتخت که در آن مردان جوان بسیاری سلاح به دست می‌گردند باید پایان یابد. شب گذشته یک فرد ملی‌گرای افراطی در نزدیکی میدان استقلال کیف با شلیک گلوله سه نفر از جمله یک کارمند ارشد دولت را زخمی کرد. پلیس در همین خصوص یک مظنون 33 ساله را دستگیر کرده است.